همراه هستیم با همکار دیگرم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، موضوع خاشقچی برای ترکیه و جهان یک مسئله بسیار حساس و جنجال برانگیز شد. چرا؟ خب به این دلیل که این قتل یک قتلی بود که جهان را به شوک فرو برد و تحولات بسیار عمیق و گسترده‌ای را در روابط جهان با عربستان سعودی به بار آورد، به ویژه برای ترکیه که این اتفاق در سرکنسولگری عربستان سعودی در اینجا در استانبول در سال 2018 اتفاق افتاد و ترکیه نقش بسیار اساسی را به ویژه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای چند و چون و روشن کردن این پرونده داشتن. پس از روزها ما می دانیم که در آن زمان دولت عربستان سعودی ادعا می کرد که قاشقچی از سرکنسولگری خارج شده و اتفاقی برای او در آنجا نیفتاده، اما این تحقیقات دولت ترکیه بود که تایید کرد جمال خاشقچی در سرکنسولگری به گونه فجیع به قتل رسید و بدنش تک تک شده بود. به همین دلیل هم دولت ترکیه در آن زمان و هم اغلب کشورهای جهان به شمول آمریکا که یکی از متحدان عربستان سعودی در سالهای گذشته بوده تحریم‌هایی را بر علیه عربستان سعودی وضع کرد. در کنار این گفت که عربستان سعودی به انزوا خواهد رفت و اینجا ترکیه هم خواستار تحقیقات جامع در این مورد شد و خود آقای رجب طیب اردوغان به این مسئله غیر مستقیم اشاره کرده بود که بدون دستور بالاترین سطح در عربستان سعودی چنین اقدامی در ترکیه امکان اتفاق افتادنش وجود نداشت. اما حالا حساسیت ها پس از 5 سال به این دلیل هستند که پس از گذشت سالها کشورهای جهان، حتی آمریکا و ترکیه، که شرایط برای روابط میان این کشورها سخت شده بود، هم در حال حاضر و از یک سال گذشته به این طرف با دولت عربستان سعودی و با آقای بن سلمان روابطشان را عادی سازی می کنند و رفت و آمدهایی را هم انجام دادند. ترکیه میزبان آقای سلمان بود در سال 2022. آقای رجب طیب اردوغان به عربستان سعودی پس از 5 سال رفت و اعلام کرد که دادگاه استانبول دادگاهی کردن متهمان غیابی را مختومه اعلام کرده و همه اینها باعث شده که در حال حاضر این موضوع بسیار حساس شد و خانواده آقای خاشقچی و به ویژه نامزدش خدیجه جنگیز به این مسئله اشاره میکنند که جهان در برابر این روی کرد و این اقدام فجیع کاملا سکوت اختیار کرده و به دلایل سیاسی و منافع کشورها در ارتباط با عربستان سعودی دارن چشم پوشی میکنن بر آنچه بر نامزد او اتفاق افتاده. اما در صفحه توییترش خانم جنگیز بار دیگر نوشت که پس از 5 سال هرچند هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، اما او و نهادهایی که همراه با او هستند تلاش خواهند کرد، مبارزه خواهند کرد تا اینکه به یک نتیجه که دلخواه آنها هست و بسیاری از نهادهای حقوق بشری در جهان برسند. اما بسیاری از تحلیلگران هم به این مسئله اشاره می کنند که با توجه به این روابط و عادی سازی هایی که شکل می گیره رسیدن به عدالت در این وضعیت دشوار خواهد بود. ممنونم نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما.